با یک ویدیوی دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. گریه های بی امان ریحانه پارسا جنجالی شد. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفا از همین جا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. ریحانه پارسا، بازیگر پرحاشیه و جنجالی سینما و تلویزیون ایران که به تازگی از ایران به مقصد ترکیه مهاجرت کرده و هر روز در پیج اینستاگرامش با پست‌های جنجالیش در فضای مجازی حسابی پرحاشیه میشه و ساعتی پیش هم با انتشار یک پست جنجالی و گریه‌های بی‌امانش با اعضای خانواده‌اش حسابی سر و صدای زیادی در فضای مجازی به راه انداخته. ریحانه پارسا با انتشار این عکس این چنین نوشت: سهم من امروز از همه داشته‌هایم همینقدر شده و دلتنگی و تنهایی که از آدم کوه می سازد. کاش می دانستم آخرین بار کی است. حتما عزیزانم رو محکمتر به آغوش می کشیدم. صبر امانم می دهد. امان از دلم. خدا تاب بدهد به دلهای تنگ. بماند یادگار. آبان 99. ریحانه پارسا بعد از مهاجرتش به ترکیه دیگه بیکار شده و کار خاصی نداره و سرگرمی این روزهاش فقط انتشار عکس‌های نیمه برهنه و عکس‌های بدون حجاب از خودش هستش. بسیاری از مردم در فضای مجازی معتقدند که ریحانه پارسا با پویان مختاری رابطه داره و این رابطه رو هم پویان مختاری و هم ریحانه پارسا به نوعی کتمان می کنن و پویان مختاری که در یکی از لایف‌هاش فقط ادعا کرده که قصد همکاری با ریحانه پارسا داشته و اومدن ریحانه پارسا به ترکیه همکاریش با پویان مختاری در یکی از تیزرهای تبلیغاتی بوده و ریحانه پارسا هم ادعا می کنه که به هیچ عنوان قصد همکاری با پویان مختاری نداشته. پویان مختاری رو فقط از طریق یکی از دوستاش میشناسه و پویان رو به همراه نیلی افشار همسر سابق پویان چند باری بیشتر ندیده و همه اینها شایعی بیش نیستش که برای ریحانه درست شده. البته اینها گفته های خود ریحانه پارسا هستش و یک سری از افراد هم در فضای مجازی معتقدند که هدف از سفر ریحانه پارسا به ترکیه این هستش که یکی از شاخهای اینستاگرامی بشه و با ایجاد سایت شرط بندی بتونه پول خوبی به جیب بزنه. ریحانه پارسا هم در پاسخ به حرفای جنجالی این افراد این چنین گفت که من غلط میکنم که سایت شرط بندی داشته باشم و هرگز و به هیچ قیمتی این کار را نخواهم کرد. و در یکی از لایف‌هاش که با مسیح علی نژاد داشت این چنین گفت: به هیچ عنوان پول من رو راضی نمی کنه و من به دنبال چیزهای دیگری هستم. حتی در گفتگو با مسیح علی نژاد به این نکته اشاره کرد که من رو با گلشیفته فراهانی مقایسه می کنند و من با همه علایقی که به گلشیفته فراهانی دارم، من هرگز خودم رو در جایگاه ایشون نمی بینم. نسل من با نسل گلشیفته فرهانی بسیار متفاوت هستش. البته گلشیفته فرهانی بسیار انسان بابغاری هستش و من منکر این قضیه نمیشم، ولی من یک سری اعتقاداتی دارم که خودم دوست دارم دنبال این اهدافم برم. اینها گفته های ریحانه پارسا بود در لایوی که با مسیح علی نژاد داشت. ریحانه پارسا علاوه بر مسیح علی نژاد لایوی با محسن افشانی هم داشت که در اون به یک سری از ناگفته های زندگیش اشاره کرد و از مهاجرتش و اینکه شایع پراکنی آقای سام درخشانی حسابی دلخور شده. ریحانه پارسا با لایوی که با محسن افشانی داشت در خصوص انتشار خبر مهاجرتش از طریق سام درخشانی این چنین گفت: سام درخشانی از طریق یکی از دفاتر املاک که به دنبال دفتر کاری برای خودش در یکی از بهترین مناطق تهران بود میگشت که به صورت شانسی با منزل من مواجه میشه. در نهایت سام درخشانی متوجه میشه از آپارتمانی که بازدید کرده آپارتمان من بوده که مادرم و خواهرانم در اون حضور داشتند.
با پرسجو از خواهرانم و مادرم متوجه میشه که من ایران رو به مقصد ترکیه ترک کردم و بعد از گفتگو با اونها و حتی گفتگوی کوتاه تلفنی با خود بنده فردای اون روز دیدم که سرتیتر خبرها این شده که ریحانه پارسا از ایران برای همیشه مهاجرت کرد. ریحانه پارسا در ادامه در لایوی که با محسن افشانی داشت این چنین در رابطه با این موضوع گفت: شاید اگر خود من رسما اعلام می کردم خبر مهاجرتم رو، هرگز انقدر خبرش داغ نمی شد. سام درخشانی به تنهایی تونست با جنجالی کردن خبر مهاجرت من از ایران به ترکیه خودش رو کاسه داغ‌تر از آش کنه و به نوعی در معرض دید رسانه ها قرار بده و این خبر رو رسانه‌ای کنه. ولی من از دست سام درخشانی ناراحت هستم. ریحانه پارسا در ادامه گفت: تنها کسانی که خبر مهاجرت من رو می دونستن فقط پدر و مادرم و خواهرانم بودن و جز اونا کسی نمی دونست. ولی سام درخشانی این خبر رو بدون اجازه با خانواده من در همه جا رسانه ای کرد و من از دست سام درخشانی به شدت عصبانی هستم. ریحانه پارسا در نهایت درباره این کار سام درخشانی این چنین گفت: من هم میتونم در رابطه با آقای سام درخشانی و افراد این چنینی افشاگری های خیلی بدتری کنم، ولی بهتره که دهانم بسته بمونه. ریحانه پارسا در خصوص زندگی شخصی خودش در پیج اینستاگرامش حسابی خودش رو پرحاشیه کرد و به نوعی کاری کرد که هر روز خودش سرتیتر خبرها در فضای مجازی بشه. ریحانه پارسا اخیراً یک ویدیویی از آرایش غلیظ خودش در فضای مجازی منتشر کرده که به حاشیه‌های ریحانه پارسا بیشتر اضافه کرده. نظر بسیاری افراد در فضای مجازی این هستش که ریحانه پارسا برای اینکه بیشتر دیده بشه و خودش رو مشهورتر بکنه دست به این کارها در پیج اینستاگرامش میزنه و پست‌های جنجالی رو از خودش منتشر میکنه. بسیاری از افراد در فضای مجازی معتقد هستند که این کارهای ریحانه پارسا در شأن یک هنرمند و بازیگر سینما و تلویزیون نیستش. ریحانه پارسا برای بهتر دیده شدن و مشهورتر شدن و مهمتر محبوب شدن میتونه دست به کارهای بهتری بزنه که در بین مردم اون رو محبوبتر بکنه، نه در واقع زایدتر. دوستان عزیز، شما هم نظر شخصی خودتون رو در قسمت کامنت ها برامون راجع به خانم ریحانه پارسا و کارهای جنجالی این روزهاش بنویسید. دوستان عزیز، لطفا این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان مقیم آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا و سایر کشورهای اروپایی لطفا شیر کنید و لطفا نظراتتون رو برامون در قسمت کامنت ها بنویسید و لطفا لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما باشید. با تشکر از همراهی همیشگیتون، شب و روزتون خوش.